سلام به همه حضار عزیز. من از صمیم دل در گذشت داریوش برادر ناتنی مون حالا توضیح میدم برادر ناتنی چیه. در درجه اول به شاپور، بعد به این فرخنده علی و دوستان دیگری که همیشه با او همکاری کردن تسلیت میگم، به خانوادشان تسلیت میگم. قبل از اینکه سخنرانی مبسوطم رو بخونم، البته هول نشید، من سخنرانی نوشته رو هیچ موقع نمیخونم و در حقیقت چیزی هم نمی نویسم. این کار من در یک کنگرم کردم، صحبت کردم و خیلی هم فصیح. من آخر گفتم آقا اونی بده، گفتم اون کاغذ سفیده، من خودم حرف زدم. به این جهت من واقعا چیزی رو نمی خونم، فقط چند خاطره میگم با آخرین گفتگویی که شاید 8 روز یا 9 روز قبل از این واقع با داریوش داشتم. من یه مدتی در واقع 3 ماهی بود که فاصله گرفته بودم به علت وضع جسمانیم با وسایل ارتباط جمعی و غیره و غیره. با دوستانم هم تو تلفنم هم بر نمی داشتم مدت ها. داریوش از طریق دوست مشترک ما که در شهر منه شنیده بود که حال من بده، زنگ زد. رو نوار صحبت کرده بود که کجا هستی و اینا. من می رفتم بیمارستان می اومدم. وقتی برگشتم بهش تلفن کردم، گفت آقا چته فلان؟ نگفتم هیچ چی دیگه، مال اون قضیه است. گفت اون قضیه چه؟ گفتم اون پیری دیگه، یارو پشت در واسطه، ما چوب برداشتی میزنیم به پای اسرائیل نیاد بالا، این کار میکنیم. تو چطوری؟ گفت خوبم. نگفتم آقا کی میای اینجا هم دیگه ببینیم اینا؟ گفت بابا الان که یخ و برف و راه بندونه، من تو هم یه خود لغلقویم دیگه، سن و ساله، اولین بار بود. میگفت ولی این سرما که تمام شه من میام اونجا هم دیگر میبینم و حرف بسیار از سویلا. بعد صحبت ما رسید به وضع ایران. من یه جمله گفتم، گفتم اونجایی هم که من اعتراض کردم به این منشور پنجگانهی که به نام اصلاح طلبان آقای آقایون که آقای اکبر گنجی هم ناپریزی کرد، دوم سخنگوی سیاسی اون منشور در واقع جان چی؟ بری کرده همونو میخواستم بگم، تو خواستم بگی که بینم چقدر آشنایی دارم. اونها که اینه دادم بیرون، ما یه گفتگوی تو تلویزیون رادیوی فردا بودی که این رادیو که آقای محمدی بود، من بودم، آقای داریوش همایون. در اونجا من نقد کردم به این منشور، گفتم بد نیست که هر کس حرفی داره بزنه، ولی اگه حرفی هست در تأثیر این حرکت، یعنی بیانیه 18 موسوی بود، یه قدم بالاتر سی بگیر. ولی به نظر من این بیانیه چیزی اضافه نکرده، بلکه لابلاش و ولایت فقیه تفسیر آقای منتظری هم نهفته هست. که بعد هم اکبر گنجی که به من تلفن کرد و اینا گفتش، گفتم آقا من از شما تعجب میکنم، شما میگین اتاق فکر، اتاق فکر که سخنگوی سیاسی نمیخواد، من بولیت پروژه کمونیست اتحاد شورویه، بعدم اتاق فکر یه مقدار سنجه دادم باید بخوره بشینه فکر کنه اینا، چیزی تولید بکنه. که اکبر گنجی هم رفت تو بی بی سی یک حرفی زد، از یه پای امام زمانی زد و اینا، که حسین شریعت مداری هم تهران نوشت آقایون باید شرم کنه از اینا. بعد خطاب به مهاجرایی گفت، مهاجرایی هم یه دمنتی داد، گفت آقا من شرم دارم امضام پای کناریشون باشه. اونم بعدش از این به بعد شما شرم بسیار بود، طبق تینت خود آقای حسین شریعت مداری یه حرف زد. اما من یه چیزی دیدم حیرت زده شدم، اون که داریوش خود من از خیلی جوانی میشناختم و همسایه بودیم و غیره. اون دفعه هم گفتم خودشم بود، حالا بهنود به من گفت سرش گرفت بود میخندید تکون تکون میداد. اما رجبی آقای بهنود شیطون، این اولین بار که آمد با اروپا برای دیده بازدید با هم، داریوش من مدت‌های زیادی بود ندیده بودم. داریوش به من تلفن کرد و گفت مهدی بودم چه؟ گفت من شنبه میام سراغ تو، میخوام ببینم، خیلی مسائل مهمی و باید حرف بزنیم و اینا. حالا خود اون بهتر، حافظش بهتر، من کار میکنه چون چند سال هم من پیرتره، وضعش بد نیست. گفتم که من نمیتونم شنبه، متاسفم. گفت چرا؟ همدیگر مدت هست ندیم، باید ببینیم، کار داریم. گفتم آقا من یه مهمانی میاد راچار بلد نیست، اصلا اینجا رو بلد نیست، اروپا رو بلد نیست، من باید برم بیارم اینا. هی اصرار کرد، گفت آقا یکی دیگر رو بگو بره بیاره، مثلا آقای چرنداوی بره بیاره، یک کسی دیگه. من در آمدم گفتم آقا اون آدم منم ندیده به چشم،
ممکنه من میشناسه و پدر گرامی اوشونم بنده میشناسم، ولی اون به مهمان منه، من نمیتونم بزن. گفتم آقا راست شبت بگم، همکار خودته، کنار دست خودت بزرگ شده، آقای مسعود بهنود. گفت ای بابا، این جمله هم بود، اصلا شما فکر ایشونه نکنید. گفتم چرا بشید؟ گفت شما نگرانی که این راه رو گم کنه. شما در چین بودی 3-4 سال، اگر به ایشون آدرس بدی که برو تو چین فلان کوچه که من زندگی میکردم پیدا کن، وقتی برمیگرده پلو شما تا اونجور که من این میشنسم برمیگرده پلو شما، نه تمام آدرس شهر پکنه میاره کوچه هاشو، مال توکیه هم میاره برات. شما نگران اون نباشه، خودش میاده پیکارش. به هر حال عقب انداختم و اینا، که بعد اومد و اینا، بعد گفتم آقای بهنود اینجاست. بعدش به هر حال ارتباط اینها هم با هم دیگه وصل شد، بعدم تو اروپا بعد از اون بریدگی که در بعد از انقلاب به وجود اومد. اما اون چیزی که من راجع به محاسن آقای داریوش مسائلش همه دوستان گفتن دیگه جا نداره من حرفی بزنم، وقتتون رو بگیرم. اون چیزی که برای من حیرت انگیز بود اینکه همایون چگونه میتونه تو بعضی از بچهای جوان، خیلی هم جوان، من یه دختری دارم که اینجا به دنیا آمده، این داریوش هر موقع میمد میدید میگفت دختر پهلوان آمد، خیلی هم آدم سرکشی و اینا. من تنها تسلیتی که گرفتم بعد از درگذشت داریوش، من دیدم رو فیسبوک دختر من به من تسلیت گفته، که برادرای من مردن تسلیت به من نگفت راجب او. من نمیدونم از کجا دوستای جوانتر دوره ورش میگفت این آدم حسابی بابا مثل شما نیست. یه چیزی دیگه من بگم که حالا بابا کم اینجا نشسته، من یه دوست نازنین دیگه داشت، من با آدما دل میبندم، حزب و پزب و اینا رو حالیم نیست، سانترالیسم دموکراتیک کنم ایدولوژی اینا رو زیر پاش میزنم زود، ولی آدم هایی رو که من فرهیخته و برجسته و دوست داشتنی از اول هم اینطور بودم، تو انتخاب همکار و فرستادن به چین و سازماندهی و حزب تو دم تو بود. یکی از آدم هایی که من خیلی دوست داشتم شاهرخ مسکوب بود، که این با من تو زندان بود، توی سلول بودیم، خیلی هم من بکش دستدم، اون موقع شهر رشور بودم، میذاشتم کنار دیگه. یه بار تو پاریس، آخرین باری که من دم، یه بار رفتم با بابک ببینیمش، تا دم محل کارش رفتیم. بعدها بابک هم من پرسید، اونجا که رسیدیم گفتم من نمیام بابک، گفت چرا؟ بودم بریم من فردا پس فردا میام. چند بار این خیلی حالت کنجکاوانه گفت چرا اونجا رفتیم نیومدی ببینیم چیزو مسکو؟ گفتم میدونی چرا؟ چون من شنیده بودم جدا شده و تنهاست، تو اون عکاسخونه پشت دکون میخوابه، و این آدمی که یکی از شاخه های فرهنگ ایران بود دستش هم مریض شد، نمیتونستم در این حالت ببینم چون خاطره جوانی من بود. ولی شاهرخ خیلی آدم برعکس ظاهره که شاهنامه و از اون قلمای قشنگ داره، گاهی موقع اگه بنویسه از قلم لوشوشوش هم استفاده میکنه، یعنی بلده. یه دفعه رو کرد به من، گفت من یه چیزی از تو میخوام بپرسم. گفتم چی؟ گفت تو با داریوش و همایون چی کار داری اینا؟ خب داریوش آدم خوب اینا، ولی اون که دست راستی و دست راستی، گفتم به دست راستی چپ مثل تو دیگه اونقدر اعتقاد. گفت حالا اونم، ولی یه سوالی من میکنم، اون یه آدم با تربیت و منظم و مرتبه، تو یه آدم بی تربیت و اصلا لات و پات و اینا چجوری؟ گفتم حالا یه سینی هم که قانت بکنم، حرف دیگه که نمیتونم بزنم. گفتم من رفته بودم پلی کیانوری، اون موقع آلمان شرقی ملاقات داشتیم، سر میز غذا بودیم تو همون جایی که شما بودین آقای بابکر کسر، خیابون بخارست، اونجا غذا میخوردیم. من دم کیانوری ماست ورداشت و یه مقدار مربا زد توش و چرخوند و اینا، و من تا اون موقع ندیده بودم ماست و مثلا مربا و اینا. گفتم آقا چرا اونجوری میکنی؟ چرا ماست و با مربا و نمک؟ گفت تو هم حالیت نمیشه، تضاد خودش یک مزه دیگه میاره، من حالا برات میگم. گفت تو خوردی؟ دخترها میخورن نخوچی کشمش، نخوچی شوره کش میشه شیرین، چه مزه‌ای داره. بعد گفتم که حالا جواب تو بدم، اما اون داستان تضاد رهبر سابق داده کیانوری با اون که دیوونه از تو هم حرف اون رو تکرار میکنه. این هم یه خاطری بود من داشتم. به هر حال اون چی که داریوش گفته و باعث یه مقدار گفتگو هست تو ایرانی ها، به ویژه
دوستان آذری و یه خودم کریمی الان یه اشارکی کرد و غیره و اینا که ما اختلافاتی داریم و اینا. من سر مادر وطن و مام وطن و ایران و ایران زمین هیچ اختلافی من در خودم یافتم که اصلا انگیزه من و بسیاری افسرها و همین آقای که اینجا نشسته 16 بوده این آقای بابکر حسین اینجور نگاه نکنی اسم عموش دیر اسکناسای دور رضاشاه آدم بزرگیه. ما ها رکشون به حزب توده در واقع دلسوزیمون بود برای بهبود وضع وطن. وطن محور ما بود. توی مصاحبه با جواد طالعی روز بعد اون 80 سال پیش میکنه من توصیه میکنم همه بخونن اون مصاحبه رو. خیلی مصاحبه پرباریه. در اونجا به نظر من میگوید همایون محور کار و زندگی هر عنصر سیاسی اینا باید اون جامعه‌ای باشه که به تعلق داره. من یادم با واسه که آدم دست راستی بود یه عمری من باش دعوا داشته بود یه اصلا بسیار جالب بود. آقا کسی که اون وطن رو دوست نداشته باشه نمیخوام بگم خاک و خون و ایران، خب جوانی خاک و خون بوده، ناسیونالیست ها ایران جمع شده بودن، بعد سومکا بود، اینا عمر من میدونم، ولی این در واقع تحولی که پیدا کرده بود در بیان اندیشه همطور که یکی از دوستان به درستی گفت که این به اون فکری که داشت به قلم میتونست عجیب همطور جادو بیان بکنه و گیراییش هم تو همین اواخر اینجا بود. به هر حال اون گفتگوی آخری که من کردم و بعد متاسفانه دیگه ندیدمش و نتونستم ببینمش این بود که صحبت جنبش ایران بود و اینا. گفت آقا جون این جنبش سبز جنبش نسلی است که آینده ایران رو باید بسازه و من همواره البته خودم هم دفاع کردم و معتقدم که جنبش ملی است، همچنان که مشروطه بود، همچنان که ملی شدن نفت بود، همچنان که نمیدونم خود انقلاب بود، این از دلش اومده بیرون. اگر طرف اصلاحیم و طرف به اصطلاح تحول و گام به گام جامعه هستیم، نیروی چپ، نیروی میانه، ملی همه باید با این به نظر من جنبشی که رنگارنگه همپایی بکنن. این خیلی مهمه. دوم این که اون چی که همایون راجع به یه دوستی اینجاش میرفت به من گفت تو اینو بگو من دیده بودمش. دوستی من دارم که او رو ملاقات کرد و ژنو سر مسئله اقلیت ها یا اینا صحبت کرد بود قومی دینی داریوش حرف درستی زده بود. اون حرف غلطه ده میگن داریوش شوونیسته و نمیخواد و قبول نداره. او یه چیز دیگر قبول داره و با شناخت سیاسی دقیقی که از وضع ایران داره و خطرات که در ایران میبینه همچون که بابک همین خسروی خیلی هم نظر بود در نگاهش به حل مسئله اقلیت ها. او اصلا معتقد بود لغت اقلیت غلطه، گفت این غلط از تو مشروطه به این ورم اومده چون دین رسمی رو گذاشتن شیعه اصلا اشعری و بقیه اقلیت بودن و یه دونه نماینده کلیمی داره، یه نماینده ارمنی داره، یه نماینده فلان داره، این اصلا غلطه. دموکراسی تنها راه ایرانه. دموکراسی هم در حقیقت به معنای این هست که در قانون اساسی آینده ایران همونطور که ماده اتحاد جمهوری خواهم دنبال این فکر رفتم بعدا که هر شهروند ایرانی صرف نظر از گرایش جنسیتش، قومیتش، مذهبش و زمانش برابر حقوق در مقابل ایران. چرا با فدرالیسم مخالف بود؟ طرفشان درست از تاریخ نگاه بکنیم. او معتقد بود که کشور ایران که طی قرن‌های اقوام با هم زندگی کردن ایران رو ساختن و این یه وطن یه پارچه ماست با تزهای لنینی که مال اون موقع بود حق تعیین سرنوشت رو غیر بدیم ما نمیتونیم اتفاقا به حقوق اونا برسیم، به تیکه پارگی میرسیم. حقوق رو در قانون اساسی آینده ایران جمهوری آزاده که برای نظام دموکراسیه اونجا باید به این صورت حل بکنیم و اون وقت حالا خودگردانی محلی هر جوری میخوان مثلا اقوام میتونن زندگی کنن، زبانشون با من زبان دوم بیا. به نظر من نظر داشت در این باره. اینطور نبود که یه چو ایران نباشد تن من بباد فقط یه پرچم بقیه هم برم بیرون. فکر این کرد رو مسائل. به این جهت من واقعا با از رفت با در گذشته همایون من واقعا یه پاره تنم دادم چون من یه آدمی هم در واقع یه خودم ناجوش و نساز و همه چی هم انشاب میکنم که معرفه حضورتون هست، ولی داریوش رو من واقعا دریغ میدونم که زود رفت. او میتونست برای شکل دادن اپوزیسیون ایران خیلی همه شما ها گفتیم دیگه، همه ما نقطه مقابلش بودیم. داریوش به نظر من اونجا هم گفتم خودش خندش گرفت
داریش ما اون موقع که 50 60 سال پیش تو دیا جمع می‌شدیم سر چهار پهلوی در دانشگاه بچه‌ها می‌مدن بس می‌گردیم تو اون سوای جنوبی می‌شستن میومد گاهی موقع رد می‌شد خب می‌رسیم مثلا ناسیونالیستی و اینا یه مکسی می‌کرد تو بحث‌ها گاهی موقع مثلا حرفی می‌زد یا دخالت می‌کرد ولی خب دخالتش همون موقع معقول و دلنشین بود من یادم میاد با بچه‌های سازمان جوانان دیگه استگشت بودیم آقای همایون عبدالکریم اومد می‌گفتیم شاخ شمشاد داره میاد حال من امروز معتقدم این شاخ شمشاد بود ولی از درخت سرو بزرگ فرهنگ و سیاست ایران یک شاخش فرو افتاد ولی اون سر بپاست.